خدا شاهد این سوال دوازدهم هم است. میخوای چی حساب کنی؟ سرعت متوسط. چی کار میکنم؟ مبدأ رو به مقصد اینجوری فرت وصل میکنم. اصلا رو قوس و اینا حرکت نمیکنم. مبدأ مقصد مستقیم. صحبت دیگه نکنی ها. اینجا آقا این که شسته که، اینم که شعاعه، اینم شعاعه. خب مثلثی که یه زاویه 60 دو تا زاویه دیگه چنده اگه اینجوری متوسط و ساق اینم هست؟ اینم که 60 خام طول با هم برابرن که. هیچ شعاعش چقدر بود؟ 100 متر. خب اینم 100 متر. مثلث متوسط از لاس زمانش چقدر؟ 10 ثانیه است. بیا همین رو تقسیم بر 10 کن. سرعت متوسطش چنده؟ 3.14. میخوام چیکار کنم؟ بذارم در کوزابش بخورم. کاری ندارم این که 100 تقسیم بر 10 میشه 10 دیگه. بعد چی خواسته آخرش؟ به کیلومتر بر ساعت خواسته. قرار شد اون متر بر ثانیه که کوچولو بود چیکار کنم؟ ضرب در 3.6 کوچولوه که متر بر ثانیه است به بزرگه کیلومتره، به بزرگتر میخواد برسه ضرب میشه 3.6، میخواد از کیلومتر بر ساعت برسه به کوچیکه تقسیم به 3.6، این که ضرب دیگه. خب 36 میشه دیگه. هر بچه اینو میدونه که دم بر ثانیه شد، این شد 10 متر بر ثانیه، پس میشه 36 کیلومتر بر ساعت. خلاص. بریم جلو. نمونه داتیت شون کشک، بریم جلوتر دایره نمونه شو حل کنیم. نمون بیا معادله داریم، قبلیش هم بد نیست، جفتش رو حل میکنیم. 97 اینم 97. دو تا دونده در یک مسیر مستقیم در حال دویدن به سمت مشرق هستند. نفر اول 4 ثانیه زودتر از نفر دوم دویدن را آغاز کرده است. چجوری نشونش بدم؟ متاسفانه یک بدی که فیزیک داره اینه که واسه این که بتونیم مسائل حل کنیم مقدار ریاضی لازم داریم. من از همه شرمندم که ما ریاضی میخوایم دیگه، درس چرکیه ولی لازمه. الان ریاضی دوستا حمله میکنن. چیکار کنم اینو؟ نفر اول 4 ثانیه زودتر از نفر دوم دویدن را آغاز کرده، پس من باید یک زبان ریاضی اینجا تبدیل بکنم و با سرعت 5 متر بر ثانیه میدوه. پس سرعت ثابت 5 متر بر ثانیه مسیر مستقیم نفر اول سمت راست یعنی مشرق دویده. اگه نفر دوم 20 ثانیه بعد از حرکتش به نفر اول برسه، خب نفر دوم 20 ثانیه بعد از حرکت، یعنی 20 ثانیه که راه بره به نفر اول میرسه. نفر اول خودش 4 ثانیه زودتر از نفر دوم آغاز کرده بود. خب باشه دیگه، اگه صورت سوال درست بخونیم، این نفر دومه 20 ثانیه راه رفته، نفر اوله چون 4 ثانیه زودتر راه افتاده پس 24 ثانیه راه رفته نفر اول. اوکی، این که مفهوم سواله. سرعت نفر دوم چند متر بر ثانیه است؟ از یه جا راه افتادن، 4 ثانیه زودتر آغاز کرده، در حال دویدن به سمت مشرق هستن، توی مسیر مستقیم نفر دوم اینجوری رسیده. چقدر راه رفته نفر دوم؟ راه رفتن چجوری پیدا میکنم؟ کلن تعریف سرعت چی بود؟ V بود X به T. پس میخوای ببینی چقدر راه رفته؟ خب برو V رو ضرب در T کن. همین یه رابطه رو بلد باش، با این رابطه هی طرف وسطه اینو جابجا کردن اینا داشته باش، خودش آچار فرانسه است. هم یه دونه است. یکی گفت این هم فرمول سخت و چجوری فرمول سخت، هم یه دونه است. به خدا خدا شده حرف در آوردن واسه فیزیک، هم یه دونه است. من شاهدم. X میشه VT. 20 ثانیه راه رفته، سرعتش میدونم چنده؟ نه. خب پس نفر دومه مقدار راهی که رفته هست، سرعتشو که نمیدونم، ضرب داره 20 ثانیه. این از راه رفتن نفر دوم. X دو میذارم اصلا اسمشو، مقدار راهی که اون دلتا ایکسی که رفته دیگه. حالا دلتاش هم نذاشتم. هیچ کس ریاضی دوست نیست، راحت باشه. چرا بابا بیچاره هم میکنن الان جلسه برای دوباره داستان میشه. اینور این 24 ثانیه راه رفته بود، 24 ثانیه چه سرعتی؟ گفته بود سرعت 5. خب 24 تا 5 تا چند میشه؟ 120 تا. 5 4 تا 20 تا، 5 2 تا هم 100 تا، یعنی 5 20 تا 100 تا. 120 متر این دوستمون راه رفته، چون 5 ثانیه رو ضرب داره 24، 5 متر بر ثانیه رو، 5 متر تو هر ثانیه میره دیگه، حالا 24 تا از این 5 ثانیه ها رفته، 5 متر بر ثانیه ها رفته، 24 میشه 120 متر. آقا این 120 متر راه رفته، بیام بهش رسیده. خب بیام باید 120 متر راه بره دیگه، چیکارش کنیم؟ پس
هیچی میگم پس هر چرا این راه رفته اونم راه رفته که رسیده دیگه، مگه میشه یکی کمتر بره بهش برسه؟ خب این 120 متری که رفته با هم شروع به دویدن که نکنه، ولی از یه جا بودن به سمت مشرقش حالا راه افتاده، 120 متری که این راه رفته رو بیام رفته دیگه لامصب این آ چی میشه؟ وی ضرب داره 20 که جابجایی بود. من از فضا آوردم اینو، نه به خدا، همین x مساوی v چیز v مساوی x به t طرف وسط